اصولاً شهر سمنان عنوان شهری در باغ شناخته می شده. با توجه به اینکه این باغات بلافصل در محدودهای شهری بودند، با نگاه احیا و بازآفرینی این محله ها و خصوصاً باغات اقدام شد به ظرفیت سازی با موضوع باغراه‌ها در حوزه‌های مختلف، هم کشاورزی، هم گردشگری و هم نشاط شهروندان، به این معنا که با مرمت و احیای این کوچه باغ‌ها که شامل مرمت انهار بود، جدار سازی و بومی سازی مجدد کالبدها بود و مفروش کردن خیلی از این کوچه باغ‌ها و فراهم سازی و تسهیل سازی برای تردد ادوات کشاورزی در بعضی از اونها و همچنین ذخیره و نگهداشت بیشتر و بهتر آب برای استفاده بیشتر در باغات، ما شاهد هستیم که اولا کشاورزان عزیز انگیزه بیشتر و بهتری برای در واقع توسعه باغاتشون، تبدیل زمین‌های رها شده بایر به و احیای اون به باغ پیدا کردن. از طرف دیگه با فرامسازی مسیر تردد و یک فضای بانشاط برای شهروندان به عنوان پیاده روی هم در روز و هم در شب، نشاط آفرینی خوبی برای شهروندان شده که از این مسیرها در سایسار درختان و در یک فضای مطبوعی در مجاورت انهار آب تردد کنند و خوشبختانه این موضوع هم در سطح شهر و فراتر از شهر نقش خودش رو در گردشگری پیدا کرده و عنوان یکی از ظرفیت‌های شهر سمنان، ظرفیت‌های بی‌بدیل در حوزه گردشگری شهری شناسایی شده. اون عزیزان و باغدارانی که درون این مسیرها دارای مالک باغ هستند، با رعایت پروتکل‌های حوزه جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و با هماهنگی شهرداری اقدام به پذیرایی از گردشگران بکنند. ما در محدوده حدود 300 تا 400 هکتاری باغات شهر سمنان باغراهای متعددی داریم، یعنی مجموع این باغراهات در صورت تکمیل شاید به عدد 50-60 کیلومتر هم قطعا میتونه برسه. در وضعیت موجود حدود 15 کیلومتر 8 باغراه اصلی شهر مرمت شده و هم گردشگران و شهروندان از اینطوران توش تردد بکنن. از ظرفیت هایی که تو این باغ راه هست، فرصت های تاریخی که مرمت شده شبیه آبانبارها، یخچالها، مساجد قدیمی، زیارتگاه ها، همه اینها نهرهای آب عنوان یک در واقع محور شاخص اصلی، این حالا این فرصت های گردشگری و بازدید رو به هم اتصال داده و خیلی خوب شهروندان و گردشگران میتونن در اونها تردد بکنن و از این زیبایی های طبیعی و خداداد با خدادادی استفاده کنن.